گزارش همراه باشیم. یه صورت وضعیت از شاهین و استقلال بفرمایید آقای ماجدی. من خدمتتون عرض بکنم، شاهین پس از تغییر تحولاتی که در کادر سرپرستی و مدیریتش به وجود آورد، با اکبر میساقیان داره آغاز میکنه. اکبر میساقیانی که شناخت بسیار خوبی از تیم‌های بزرگ کشورمون داره و هیچ وقت تیم‌هایی که در برابر این دو تیم بازی کردن به رهبری میساقیان دست و پا بسته نبودن. من بازی قبل در واقع تیم اکبر میساقیان شاهین بوشهر رو به خاطر میارم، 2-0 جلو بود ولی 2 گل خورد و به تساوی کشید بازی رو. من فکر می‌کنم اگر اکبر میساقیان احساسی بازی نکنه، میتونه با بازی‌های بسیار خوبی رو که از بازیکنانش میتونیم در نظر داشته باشیم راه رو ادامه بده. ولی استقلالی‌ها هم به هر حال با امتیازی که سپاهان در هفته گذشته از دست داد، امیدوار هستن که خودشون رو به مراحل بالاتر برسونن. بازی خوبی رو خواهیم دید. متشکرم آقای ماجدی. بازی آغاز شده، بیننده بازی باشه، انشالله بازی خوبی باشه. ضمن اینکه با آدرس اینترنتی livesport@jjtvn.ir میتونید نقطه نظراتتون رو و حتی پیش بینیتون رو از نتیجه بازی اعلام بفرمایید. خواهش می‌کنم توجه بکنیم به بازی نیمه اول. مظلومی اونا رو به بازی گرفته. عماد محمد رضا از سمت چپ داره وارد محوطه چپ. توجه شدیم برای لحظاتی تصاویر قطع شده. به محض اینکه تصاویر رو دریافت کنیم ادامه خواهیم داد. خب جناب ماجری، با توجه به اختصار صحبت شما راجع به کیفیت این بازی، من فکر می‌کنم زمان وجود داره. تصاویر اومد، خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. اگر که تصاویر بله آماده است، خواهش می‌کنم ادامه مسابقه رو تماشا بفرمایید. 10000 نفر در استادیوم شهید بهشتی حاضر هستند و با توجه به فضایی که در بوشهر حاکم است، عموم این هواداران هم طرفدار تیم شاهین هستند. در میانه های یک زمین یک خطا برای تیم فوتبال استقلال تهران به دست اومده. ایمان موبلی یکی از هافبک های تیم استقلال پشت این توپ از ضربه رو میفرسته به محوطه جریمه. آل نعمه توپ رو فعلا برگردونده. اشتباه، یک ضربه دیدنی و توی دروازه، اما قبل از اون اعلام خطا شده بود. از آقای منبینی ضربه رو امیر حسین صادقی با پای راست خیلی قشنگ زد وارد دروازه هم شد، ولی خب قبل از اون خطا رو آقای منبینی اعلام کرده بر روی عبدالله کرمی. خدمتتون عرض می‌کنم که به غیر از آقای منبنی، رضا سخندان، بابک داوری و جواد شرفی کادر داوری این مسابقه هستند. آقای گریگوریان نماینده سازمان لیگ، ناظر داوری آقای پیروزرام و ناظر ویژه سازمان آقای جلال مرادی هستند. در سمت چپ بازیکنان تیم فوتبال شاهین با ستار زاره پرتو بلندی رو می‌فرستن به محوطه جریمه و اونجا کنترل می‌کنه پشمان منتصری و توپ رو دور می‌کنه. ستار زاره بازم موقعیت و خطر رو حفظ میکنه بر روی دروازه استقلال، اما توپگیری مناسب است. فرزاد آشوبین موقعیت رو میگیره از تیم شاهین. عبدالله کرمی در خط میانی در این مسابقه به کار گرفته شده مثل مسابقه با تیم شهرداری تبریز. یک پاس در از ایوان پتروویچ و اونجا محمد محمدی از دروازه خارج میشه و توپ رو کنترل میکنه. آل نعمه کنترلش و دفعش نامناسب است، به استقلالیا میرسه. پاس تک ضربه زیبا به سمت چپ برای آرش برهانی، اونجا اگه بتونه توپ رو کنترل بکنه برهانی میتونه عکس العمل و حرکات بعدی رو هم داشته باشه. اعلام خطا میشه بر روی آرش برهانی، خطایی که به نظر میرسه عباس پورخسروانی انجام داد، نه محسن حمیدی بود که خطا رو انجام داد بر روی این بازیکن آرش برهانی، بازیکنی که با گلی که در هفته قبل مقابل صنعت نفت آبادان زد، با 87 گل زده بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر معرفی کرده خودش رو، یک گل بالاتر از رضا عنایتی است که البته او هم فرصت تغییر این شرایط رو داره. ضربه خطای دیگر برای تیم استقلال و ایمان موبلی که متخصص این ضربات است، ضربه رو میزنه که این بار نشانی از اون ضربات گذشته است که در ذهنمون داشتیم نداشت و تو برگشت شد. عبدالله کرمی در خط دفاعی توپ رو بلند میفرسته به زمین استقلال، اونجا مهدی امیرآبادی در اختیار محمد محمدی توپ رو قرار میده. این ششمین مسابقه است که استقلال به صورت رسمی به بوشهر میاد و با تیمای بوشهری بازی میکنه. در 5 مسابقه قبلی استقلال 2 بار برده، 1 بار مساوی کرده و 2 بار هم متحمل شکست شده. آخرین باری که استقلال در بوشهر باخت به سال 83 و جام حذفی و اون مسابقه که در ضربات پنالتی شاهین برد برمیگرده. در سمت چپ محسن ایران نژاد تعادلش رو از دست میده، ولی اعتقاد کمک اول آقای سخندان ادامه کار است و شریفات خطایی رو انجام نداده. با دورخیز هادی شکوری پرتاب رو
انجام میده به تیر یک و برگشت از مدافعان تیم شاهین لکچیرا. تو بازم میاد تقریبا همون نقطه که چند لحظه قبل به اوت رفته بود و بازم هادی شکوری این پرتاب رو انجام میده. پرتاب بلند بازم از شکوری، این بار بلندتر و نزدیکتر به دروازه. کنترل سین از شریفات، یک ضربه خطرناک از کنار دروازه با حداقل اختلاف به بیرون میره. جدی‌ترین خطری بود که ایجاد کرده بودند و دیدیم که با چه اختلاف کمی مجید غلامی. خب فکر کنم لحظاتی تصاویرم قطع شد، به جریان میرسه به میانه های زمین. برگشت از فرزاد آشوبی، تک هافک دفاعی است که آقای مظلومی در این مسابقه به کار گرفته. با سه فوروارد تیمش رو چیدمان کرده. انگیزه تیم استقلال پیروزی در این مسابقه است. شاهین هم دنبال پیروزی است اما با انگیزه های متفاوت. استقلال برای رسیدن به قهرمانی و سهمیه آسیا و شاهین برای حفظ موقعیتش در جدول و بقا در نهایت در لیگ برتر. فکر کنم به زیبا شدن مسابقه کمک میکنه این موضوع که هر دو تیم دنبال پیروزی هستند. هادی شکوری در سمت راست، یک بازیکن رو جا میگذاره، اون بازیکن ستاره زاره است. سانترش هم انجام میده. محسن حمیدی توپ رو کنترل میکنه، امجد شکو مقام میفرسته در اون برای اماد محمد رضا که توپ رو برگشت میده منتظری. تاکتیک اصلی تیم شاهین با حضور پورخسروانی و اماد رضا، پاسای در عمق و استفاده از فضای پشت مدافعان میتونه باشه. تعادل آرش برهانی در سمت راست زمین به هم میخوره. سمت چپ تهاجمی استقلال و اعتقاد آیه هدایت منبینی. پرتاب آوت برای تیم شاهین بوشهر هست. عباس پورخسروانی عقب‌تر آمده، توپ گیری میکنه، یک بازیکن رو جا میگذاره و اعلام خطا میشه. خطایی که کمک دوم آقای داوری اون رو اعلام میکنه. آقای منبینی هم سهه میذاره بر اون و این اتفاق باعث میشه که بازیکنان شاهین که تا این لحظه میتونه بگیم تحت تاثیر تیم استقلال بودن یه مقدار جلوتر بیان و بازی رو در فاز تهاجمی دنبال بکنند. لکشیرا تا لحظات دیگر بازی رو به جریان خواهد انداخت. در بازی هفته قبل یک گل رو برای شاهین به ثمر رسوند مقابل شهرداری سانتر. او با پشت محوطه جریمه و برگشت از بازیکنان استقلال. آل نعمه با عبدالله کرمی، امجد شکو مقام، باز هم یک پاس پشت مدافعان به سمت چپ برای ستاره زاره. ستاره زاره سانترش رو انجام میده و برگشت از امیر حسین صادقی. ایوان پتروویچ ضربه سر رو میزنه و هادی شکوری که کاملا توپ رو دور میکنه. ایران نژاد روز سختی رو به نظر میرسه داشته باشه در مقابل اسماعیل شریفات سرعتی. مجتبی جباری قشنگ کار کرد و توی فضا جا گذاشت امجد شکوه مقام رو در صحنه که مشاهده میکنید و اعلام خطا شد در روی مجتبی جباری. عرض میکنم که فقط فرزاد آشوبی بازیکنی است که خصوصیات تدافعی رو در تیم فوتبال استقلال داره. جلوتر از اون جباری و موبلی است که به هر حال بازیکن فانتزی هستن و سه فوروارد رو هم که به کار گماشت آقای پرویز مظلومی. در طرف مقابل بازیکنی که در خط میانی تیم شاهین به کار گرفته شدن عموما بازیکن فیزیکی هستن. باید ببینیم که آیا کفه ترازو به نفع تیم شاهین سنگینی خواهد کرد یا اینکه به هر حال بازیکن خوش تکنیک استقلال شرایط رو تغییر میدن. یک فرار از اماد محمد رضا که اونجا خوب اضافه میشه امیر حسین صادقی و اجازه نمیده که حرکت اماد رضا به سمت دروازه استقلال ادامه داشته باشه. پرتاب آوت رو ایران نژاد انجام میده. ایران نژاد هم آوت انداز تیم شاهین است. در حال هر بازیکن در لیگ برتر یکی از این آوت اندازها رو حالا دیگه داره. در تیم شاهین هم محسن ایران نژاد این کار رو انجام میده. با دورخیز بلند پرتاب آوت محسن ایران نژاد میسابونه بازیکن شاهین اماد محمد رضا و برگشت است محمد محمدی. در ادامه هم ستاره زاره تلاشش ناموفقه و نتونست دروازه استقلال رو باز بکنه. اینجا ضربه ایست که خود ستاره زاره صابوند برای اماد رضا. کنترل اماد رضا، ضربه که محمد محمدی خوب عکس العمل نشون داد گرچه توپ هم به مرکز دروازه رفت. در ادامه هم ضربه بعدی رو خود ستاره زاره زد که توپ بیرون رفت. حمله تیم استقلال رو که چند دقیقه قبل اسماعیل شریفات انجام داده بود تیم شاهین با این حمله میتونیم بگیم جدیتر و خطرناکتر پاسخ گفت. محمد محمدی مصدوم است و روی زمین افتاده. کادر پزشکی هم وارد زمین میشه تا با وضعیتش رسیدگی بشه. آیه اکبر میساقیان سه مسابقه است که
مسئولیت فنی تیم شاهین رو بر دو برد و یک تساوی، مجموع 7 امتیاز از سه مسابقه است که آقای میساقیان. میساقیان خیلی عملکرد جالب توجه رو در مقابل تیم استقلال در پروندهش نداره. محمد محمدی هم شرط ادامه کار رو داره. این هم چهره های پرویز مظلومی است، پرویز مظلومی تنگستانی که برخلاف اون چه که خیلی ها فکر کنند که آبادانی الاصل است، آقای مظلومی اصالتا استان بوشهری است و از شهرستان تنگستان هست. در ابتدای فصل هم بنا بود که به شاهین بیاد، حتی اعلام کردند که برای ادای دین به استان بوشهر خواهم آمد، ولی خب به هر حال تصمیماتی گرفته شد که ایشون در تیم استقلال فعالیت خودشون رو ادامه بدن. عباس پورقصوانی خالی میکنه زیر مهدی امیرآبادی رو و آقای هدایت منبنی این خطا رو اعلام میکنه. فرزاد آشوبی نزدیک میشه، رها میکنه تا امیرحسین صادقی کاپیتان تیم استقلال بازی رو به جریان میندازه. فرهاد مجیدی و حوار مولا محمد به بوشهر نیامدن، گفته میشه که مصدومیت دلیل عدم حضورشون در بوشهر بوده. یوسفی هم دیگر بازیکن مصدومی است که تیم استقلال داره. میلاد میداودی هم که مدت هاست مصدومه و نمیتونه فعلا کمک بکنه به تیم استقلال. خطایی که به نفع شاهین اعلام شد رو شاهینی ها و لکشیرا به طور مشخص سریع به جریان انداختند، ولی خب آقای مومنی اشاره میکنه که باید برگردن و توپ رو و بازی رو مجددا آغاز بکنند. آرش بورانی هم که این مقدار توپ رو دورتر از اون جایی که خطا حادث شده میفرسته. اعتراض بازیکن شاهین، ببینیم که آقای مومنی چطور برخورد خواهد کرد. دور از زنرسی که به بورانی اختار نشون میده با توجه به اینکه دقایق ابتدای مسابقه هم هست، همین اتفاق هم میفته و تا لحظات دیگر لکچیرا بازی رو به جریان میندازه. بلند میفرسته به پشت محوطه جریمه استقلال. ستار زاره ضربه سر رو این بار نه موفقیت آمیز ولی میزنه به هر حال و در اختیار بازیکنان تیم استقلال تهران قرار میگیره. در سمت چپ برهانی حرکت پا به توپی رو آغاز کرده، ولی عباس پورقصوانی اضافه میشه و اجازه نمیده که حرکت تهاجمی آرش برهانی به سرانجام برسه. پرتاب اوت برای تیم استقلال از سمت چپ به دست اومده. امیرحسین صادقی توپ رو بلند میفرسته، سید صالحی توپ رو میکاره برای برهانی. آرش برهانی به نظر میرسید دو دل هست بین اینکه ضربه رو بزنه یا اینکه کنترل بکنه، توپ رو به همین خاطر از دست داد. عبدالله کرمی هم بعد جای توپ رو از دست میده. مجتبی جواری یک ضربه از راه دور خطرناک است. مجتبی جباری که با اختلاف اندک تو به این بازیکن به بیرون میره. مجید غلامی مجددن بازی رو از جلوی دروازه به جریان خواهد انداخت. همونطور که آقای یوسفی هم اشاره کردند، امروز دو مسابقه دیگه هم برگزار میشه که مسابقات به خصوص یکی از اون مسابقات برای تیم استقلال خیلی مهم است. بازی زوباهن و فولاد که همزمان با همین مسابقه است و اگه در اون مسابقه اتفاقی بیفته حتما تصاویر آستش رو خواهیم دید. پرسپولیس و مس هم ساعت 20 و 25 دقیقه به مصاف میرن. بازی های دیگر فردا و یک شنبه انجام میشه. فرار از آرش برهانی بازم از سمت چپ، یه مقدار از دروازه وحید سه قدم دور شده و تکلیک محسن حمیدی میزنه، تو رو در اختیار استقلال قرار میده، ولی به نظر پرتو آوت میاد نه خطا. اینجا صحنه است که محسن حمیدی با تک توپ رو به آوت فرستاد و آرش برهانی احساس مسئولیت میکنه به خاطر همون تک. آرزو میکنیم که مشکل خاصی نداشته باشه آرش برهانی و بتونه به بازی برگرده. کادر پزشکی رو آقای منبینی فرا میخونه تا به وضعیت برهانی مصدوم رسیدگی بکنه. تیم شاهین تا قبل از این مسابقه سه بازی رو در مقابل استقلال تهران در لیگ برتر برگزار کرده در فصل گذشته و فصل جاری که در هیچ یک از مسابقات نتونسته امتیازی رو از استقلال به دست بیاره. در فصل قبل 2-1 و 1-0 به تیم استقلال باخت و در بازی رفت امسال هم که با نتیجه 2-1 و با دو گل فرزاد آشوبی بازی رو واگذار کرد به تیم استقلال تهران. باید ببینیم که آیا در این مسابقه خانگی شاهین میتونه بالاخره از استقلال امتیاز بگیری یا اینکه شرایط مطابق سه مسابقه گذشته دو تیم پیش خواهد رفت.
پرتاب آوت برای تیم استقلال تهران. کوتاه کار میکنن و شاهینی ها توپ رو برمیگردونن اونجا. تمرکز بازیکن های مقدار زیاد است، تعداد زیادی بازیکن اونجا حاضر هستن. سانتر از مهدی امیرآبادی پشت محوطه جریمه هست. شریفات میکاره برای هادی شکوری. خود اسماعیل شریفات موقعیت سانتر رو داره، در واقع پرس رو شیجاد میکنه، اجازه نمیدن که سانتر رو انجام بده. در ادامه هادی شکوری این سانتر رو انجام میده، توپ هم میره به تیر دو و اونجا عباس پرقصروانی است که توپ رو دور میکنه. خیلی در قالب تدافعی حاضر میشه عباس پرقصروانی. میتونیم بگیم که تیم شاهین با تک فوروارد بازی میکنه. یک ضربه دیدنی از ایمان موبلی که فوق‌العاده کار کرد. مجید غلامی با ضربه فوق‌العاده ایمان موبلی رو به کرنر فرستاد. چندین ضربه از راه دور رو استقلالی ها در این مسابقه زدن که عموم اون ضربات هم خطرناک بوده. این صحنه است که فوق‌العاده کار کرد مجید غلامی و اجازه نداد که دروازه شاهین باز بشه. کرنر رو خود موبلی میفرسته با کاد درون پا به تیر یک. مدافعان شاهین توپ رو برگشت میدند میانه زمین، برگشت از مهدی امیرآبادی و دفعه توپ ناقص اسماعیل شریفات که توپ عماد محمد رضا رسید و عماد محمد رضا هم اجازه داد که توپ آوت بره. در حالی که ستاره زاره به او اشاره میکرد که آوت رو انجام نده، پرتو آوت رو انجام داد. ایران نژاد و پتروویچ یک و دو موفق. حرکت ترکیب بازیکن شاهین ادامه داره. در سمت چپ عماد محمد رضا دنبال توپ هست. به نظر میرسه از خط ارزی توپ عبور کرده، همینطور هست. آقای بابک داوری اعلام میکنه که ضربه دروازه برای محمد محمدی خواهد بود. آقای اکبر میساقیان هم کنار زمین حاضر است و با همون شور و هیجانی که همیشه ازش سراغ داشتیم با بازیکن شاهین صحبت میکنه. کوتاه کار میکنه محمد محمدی. اشتباه از امیر حسین صادقی که خود امیر حسین صادقی توپ رو دور میکنه و اجازه نمیده که دروازه استقلال متوجه خطر بشه. در میانه زمین ایوان پتروویچ، کنترل توپ از ایوان پتروویچ، میخواد در عمق بفرسته برای پرخسروانی که راه این توپ رو میبندند. میانن استقلالی به سمت راست برای شریفات، توپ رو میدوزه از جور پای ایران نژاد و در ادامه که خود شریفات تعادلش از دست میده، ایمان موبعلی توپ رو در اختیار داره. حرکت تکنیکی و مسلط ایمان موبعلی باعث میشه که توپ در اختیار استقلالی ها باقی بمونه، علارغم پرسی که بازیکنان شاهین در خط میانی ایجاد کردن. فرزاد آشوبی با امیر حسین صادقی کار میکنه. زمین چمن یک دست استادیوم شهید بهشتی هم این شرایط رو برای دو تیم ایجاد میکنه که بازی روی زمین رو بتونن راحت به اجرا بگذارن. تیم استقلال که بازیکن در واقع تیمی است که کاملا روی زمین بازی رو دنبال میکنه با توجه به بازیکنی که داره. تیم شاهین هم به همین صورت، تمایل تیم شاهین هم دنبال کردن مسابقه روی زمین هست. حرکت تکنیکی بازیکن شاهین از سمت راست به چپ اومده. محسن حمیدی همچنان داره جا میگذاره استقلالی ها رو. پاس در عمق محسن حمیدی که نرسید و فرزاد آشوبی خوب تونست سوبگیری بکنه. خود فرزاد آشوبی پاس قطری رو میاره بلند به سمت راست برای اسماعیل شریفات و توپی که از اسماعیل شریفات میگیرن در واقع به بیرون میفرستند و پرتاب آوت برای تیم استقلال خواهد بود. 19 دقیقه از نیمه اول مسابقه دو تیم استقلال و شاهین بوشهر هست. بازی که در استادیوم شهید بهشتی در حال برگزاری است و فعلا تساوی بدون گل بر این مسابقه حاکم هست. با دورخیز هادی شکوری این پرتاب رو انجام میده بلند. ضربه سر اول از لکچیه را در ادامه بازیکن شاهین به طور مشخص شکو مقام زیر توپ میزنه، توپ رو دور میکنه. عماد محمد رضا دنبال این بود که توپ رو از منتظری بگیره ولی خب موفق نشد. ایران نژاد با بازی خطرناک توپ رو گرفت از هادی شکوری، خطایی که آقای رضا سخندان اون رو اعلام کرد و توپ رو در اختیار استقلالی ها قرار داد. ایمان موبعلی این ضربه خطا رو خواهد زد. ستاره زاره تک بازیکن است که مقابل ایمان موبعلی قرار گرفته. با توجه که فاصله تو با دروازه زیاد است ارسال رو انجام میده. سه ساله ضربه سر رو میزنه ولی اعلام خطا شده بود. قبل از اون آقای مومنین به نظر میسه اشاره کرده که از بدن بازیکن حریف استفاده کرده برای پرش. توپ هم در اختیار بازیکن شاهین قرار میگیره، گرچه مجید غلامی هم توپ رو به طور کامل در اختیار گرفته بود.
آلن امه یکی از دو مدافع مرکزی امروز شاهین این خطا رو خواهد زد. سید صالحی به نظر میرسه اعتراضاتش به آقای مومبینی باعث شد که یک کارت زرد رو دریافت بکنه. میفرسته آلن امه برای عماد محمد رضا، وارد محوطه جریمه شده عماد محمد رضا، اجازه نمیدن که بچرخه. حالا برای ایوان پتروویچ و سانت یا شوت مشخص نشد از ایوان پتروویچ. به هر حال توپ به مرکز دروازه رفت و محمد محمدی راحت توپ رو کنترل کرد. احمد آل نعمه توپ رو از بازیکن استقلال گرفته. آل نعمه بلند میفرسته در میان حفره بازیکن خط دفاعی استقلال، اعلام هند میشه از محمد محمدی، هندی رو که کمک دوم آقای داوری به اون اشاره میکنه و اعلام میکنه که محمد محمدی از 10 قدم خارج شده و توپ رو بیرون از محوطه جریمه کنترل کرده. موقعیت خطرناکی بود، ستارزار مترصد استفاده از موقعیت بود، ولی محمدی از محوطه جریمه خارج شد و توپ رو گرفت. یک کارت رو هم دریافت میکنه محمد محمدی. این صحنه است که در اون فرستادن توپ رو گرفت ولی خب از محوطه جریمه خارج شد و اخطار رو هم دریافت کرد. در کمتر از 2 دقیقه دو بازیکن استقلال اخطار میگیرن از آقای هدایت مومبینی. آقای هدایت مومبینی کلن در 18 مسابقه که در این فصل قضاوت کرده 3 کارت قرمز رو نشون داده به بازیکن ها. فعلا که تا اینجای کار در حالی که 21 دقیقه از زمان مسابقه گذشته 2 اخطار رو نشان داده. موقعیت بسیار خطرناکی است برای دروازه استقلال، موقعیت مناسب برای تیم شاهین و عماد محمد رضا که از چنین زاویه‌ای به پرسپولیس در این استادیوم گل زنی کرد. حالا خود عماد رضا پشت تو بس آل نعمه هم که در گذشته این گونه ضربات رو خیلی خوب می‌زد، در این فصل هنوز از این ضربات چیزی ندیدیم. عبدالله کرمی هم که یکی از شوت زن‌های شاهین است. در کنار اینها ایوان پتروویچ هم حاضر است. بعد ببینیم که به چه صورت از این ضربه استفاده خواهند کرد شاهینیا. به نظر میرسه که عماد محمد رضا زنده ضربه خواهد بود. عماد محمد رضا ضربه رو میزنه، با کیفیت بسیار پایین ضربهش رو زد عماد محمد رضا و تو برخورد کرد به دیوار دفاعی استقلال و در ادامه این دفعه تو بسته سید صالحی که کاملا خطر رو دور میکنه از دروازه استقلال. میتونستن بهتر از این توپ استفاده بکنند ولی به هر حال محمد رضا اونطور که مد نظرش بود نتونست به این توپ ضربه بزنه. هادی شکوری پرتوات رو برای استقلال انجام میده در سمت راست. شریفات با سرعت خودش مزاحمتی رو در دفع توپ شاهینی ایجاد کرد. خود اسماعیل شریفات خطا بر روی اسماعیل شریفات به نظر میرسید از لکچیه را ولی خب اعتقاد آقای مومبینی ادامه کار هست. به نظر رسید این صحنه لکچرا خراب شد در روی اسماعیل شریفات ولی خب آقای مومبینی اعتقادش این بود که این تنه قانونی است از طرف لکچرا و تو در اختیار مجید و غلامی قرار میگیره. آقای محمود فکری یکی از دستیاران آقای مظلومی هم کنار زمین حاضر است و صحبت میکنه با کمک اول این مسابقه در خصوص این خطایی که اعلام نشد. بازی به جریان میفته. عبدالله کرمی قبل از آشوبی ضربه رو میزنه، بازم در اون برای عماد محمد رضا. در میان 3-4 مدافع استقلال تنهاست عماد محمد رضا و به تب توپ رو هم از اون میگیرن. عبدالله کرمی با یک پاس قطری میبره به سمت راست برای پورخسروانی. سانتر زیبا از پورخسروانی و خطرناک از مقابل عماد محمد رضا توپ عبور میکنه و به بیرون میره. خدمتتون عرض بکنم که فردا جمعه 9 اردیبهشت ما هم مسابقات دیگری رو خواهیم داشت. ملوان و استیلازین، راهن و نفت تهران، پاس و شهرداری تبریز، نفت آبادان و سپاهان، سایپا و پیکان مسابقاتی است که برگزار خواهد شد. یک شنبه هم تراکتور سازی و سبای قم به مسافه هم خواهند رفت. جالبه که راهن و نفت، پاس و شهرداری و سایپا و پیکان تیمایی هستند که رقیب شاهین در انتهای جدول هستند و به طب نتیجه‌ای که مطلوب شاهین خواهد بود تساوی اون تیم‌ها با هم دیگه است با توجه به فاصله بسیار کمی که در پایین جدول وجود داره. بازی نفت آبادان و سپاهان هم که برای استقلال خیلی مهمه. عبدالله کرمی پاس سر اون برای ستاره زاره، ضربه ستاره زاره که عالی کار میکنه محمد محمدی و
یک تک به تک دیگر رو گرفت، گرچه اعلام آفساید شده بود قبل از اون و اگر توپ تبدیل به گل هم میشد به تمام مورد قبول قرار نمی گرفت. این پاس در واقع زیبای عبدالله کرمی است و این ستاره زاره که میتونیم بگیم بیشتر از اون که محمد محمدی خوب کار کرده باشه، ستاره زاره خیلی خوب کار نکرد، ضربه‌اش رو به مرکز زد و محمد محمدی توپ رو برگشت شد. در این صحنه اعلام آفساید شد از ستاره زاره. خب خیلی مشخص نبود که آفساید صحیح است یا خیر، به هر حال این موقعیت از دست رفته برای تیم فوتبال شاهین. ستاره زاره از سکلش فرار میکنه، پشمان منتظری، حرکت پا به توپ پشمان منتظری در محبته جریمه، اونجا لکچی را رها میکنه و مجید غلامی توپ رو در اختیار میگیره. محسن حمیدی یکی از معدود حرکت‌های طولی خودش رو آغاز میکنه، با عباس پورقصبانی کار میکنه، پورقصبانی سانتر زمینی است او با ضربه عماد رضا که بازم برگشت داد پژمان منتظری، این توپ رو اجازه نداد که توپ به سمت دروازه بره. لکچیه را ضربه سر رو پیش از آرش برهانی میزنه. لکچیه را محبوبیت بسیار زیادی داره در بوشهر به خاطر بازیایی است که جنگندگی در اون به وضوح دیده میشه. بعد از این دفعه توپ مورد تشویق قرار میگیره. مهدی امیرآبادی پرت و اوت رو انجام میده، اعلام خطا میشه این بار بر روی آرش برهانی، بازیکنی که از سمت چپ به محوطه جریمه شاهین نزدیک میشه. اسماعیل شریفات هم همچین نقش رو در سمت مقابل داره و از 3 ساله تک فوروارد استقلال در واقع نوک خط حمله استقلال هست، بازیکن تارگت یا هدفی است که آقای مظلومی به کار گرفته. این حمله استقلال راه به جایی نمیبره و از ضربه دروازه برای تیم شاهین خواهد بود و مجید غلامی که اون ضربه رو خواهد زد. قطعا نتیجه مساوی به درد هیچ یک از دو تیم نخواهد خورد. استقلال که منتظر لغزش دوباره سپاهان برای رسیدن به قهرمانی و شاهین هم برای اینکه موقعیت مناسبی رو که در این یکی دو هفته اخیر تونسته به دست بیاره حفظ کنه، دنبال پیروزی در این بازی خانگی است. ایوان پتروویچ ضربه خطایی رو که برای تیم شاهین اعلام شده به روی دروازه خواهد فرستاد. توپ رو میکاره ایوان پتروویچ، بازیکن بلند قد لکچرا و عبدالله کرمی جلو کشیدن، آل نعمه نرفته، عماد رضا هم هست و پورقصبانی سانت برای لکچرا و اونجا محمد و محمدی با تسلط توپ رو کنترل میکنه. سریع بازی رو به جریان انداخت برای جباری که اونجا اعلام هند شد از بازیکنان تیم فوتبال شاهین بوشهر. با ایمان مبعلی کار میکنه مجتبی جباری، دو بازیکنی که خصوصیات بازی مشابهی رو دارند و هر دو در این مسابقه به کار گرفته شدند. عماد محمد رضا توپی رو دریافت میکنه، استارت سریع عماد محمد رضا، وارد محوطه جریمه هم میشه ولی منتظری خوب کار میکنه و توپ رو از اون میگیره و در ادامه هم توپ رو دور میکنه. سید مهدی سید صالحی توپ گیری میکنه از محسن حمیدی، پاس رو میفرسته در اون برای شریفات که آل نعمه چسه نمیده توپ به مقصد برسه. در خط دفاعی شاهینی ها توپ رو در اختیار دارن، محسن ایران نژاد، در حرکت ایران نژاد جا میگذاره شریفات رو، اصلا شریفات رو اصخایی میکنه از محسن ایران نژاد به خاطر خطایی که روش انجام داره. چهره های محمود فکری رو هم لحظاتی مشاهده کردید، کاملا در کنار زمین حاضر است. محمود فکری یکی از رکوردداران تیم استقلال هست به عنوان بازیکن و به عنوان حضور در داربی. یکی از بازیکنان شاهین مصدوم است و روی زمین افتاده در سمت راست محسن حمیدی است که خوشبختانه مشکل خاصی نداره و میتونه به مسابقه ادامه بده و بازی هم تا لحظه دیگر به جریان خواهد افتاد. این هم آل نعمه است که توپ رو در اختیار محسن ایران نژاد قرار میده. عماد محمد رضا پشت به دروازه توپ رو کنترل کرده، از محوطه جریمه هم دور است. البته دو بازیکن رو به هر ترتیب جا گذاشت ولی شریفات عالی توپ گیری کرده است. عماد محمد رضا در اختیار جباری توپ قرار گرفت. مهدی امیرآبادی پاس بلند رو میفرسته به سمت راست برای شریفات و ایران نژاد اونجا توپ رو برمیگردونه. فرزاد آشوبی با ایمان مبعلی کار میکنه. ایمان مبعلی خطای بازی خطرناک یا اصطلاحاً کف پا است. ستاره زاره توپ رو در اختیار استقلال بازم قرار میده، یک
ضربه خطای دیگه، یک ضربه ایستگاهی دیگه و بازم ایمان موبلی که میتونه از توانایی خودش به نفع تیم استقلال استفاده بکنه. امیر حسین صادقی هم جلو کشیده تا از این توپ استفاده بکنه، سانترو انجام میده و برگشت از عبدالله کرمی. در ادامه ایران نژاد پرخسروی ناموفق در دفع توپ، حالا به هر ترتیب توپ رو دور میکنن. مجتبی جباری در حالی که موقعیت شوت زنی رو داشت ولی به خاطر مصونیت یکی از بازیکنان استقلال توپ رو به بیرون میفرسته تا به وضعیت رسیدگی بشه. در ارسالی که ایمان موبلی انجام داد و برخوردهایی که در محوطه جریمه بود به وجود میاد، بازیکن استقلال مصدوم شد. در صحنه که مشاهده کردید در سمت چپ تصویر، بازیکن استقلال روی زمین افتاد. یکی از بازیکنان شاهین هم شرط مشابهی رو داره و روی زمین است. کادر پزشکی هر دو تیم آماده است که به مسابقه بیاد. خب ظاهرا نیازی به این موضوع نیست. امیر حسین صادقی برمیگرده، محسن ایران نژاد هم برمیخیزه و بازی میتونه ادامه بده. پرتو آوت رو قطعا بازیکنان شاهین در اختیار تیم استقلال قرار خواهند داد. در 31مین دقیقه است مسابقه است، همچنان تساوی بدون گل بر بازی حاکم است. یکی دو موقعیت جدی رو تیم شاهین خلق کرد و دو موقعیت رو هم تیم استقلال داشت که هیچ کدام از این موقعیت ها راه به چارچوب نداشته و بازی فعلا 0-0. امیر حسین صادقی پاسش ناموفقه، شکوه مقام توپ گیری میکنه، با بازیخوانی مناسب تشخیص داد که توپ به سمت جباری خواهد رفت، توپ رو گرفت و بعد از اون خطای مجتبی جباری برای امجد شکوه مقام اعلام شد. ایوان پتروویچ پشت توپ است، توپ رو بفرسته. آرنم اجازه این کارو نمیده، سری توپ رو در اختیار پورخسروانی قرار میده. عباس پورخسروانی سانتر زمینی است، عباس پورخسروانی رو برگشت است مدافعان استقلال. شکوه مقام توپ رو در اختیار گرفته از طرف ایوان پتروویچ، توپ رو به خود پتروویچ پرس رو ایجاد کردن استقلال یا بر روی ایوان پتروویچ، این باعث میشه که توپ رو هم بگیرن. ایمان موبعلی میاره به سمت چپ، جباری عالی توپ رو رسوند به شریفات که حاضر هست میتونه در اون قم بفرسته برای خود جباری. به صورت اتفاقی نزدیک بود به جباری برسه که این اتفاق نیفتاد و در اختیار مجید غلامی توپ قرار گرفت. محمد رضا از پشت سر شکوری آمد، روی توپ تاثیر رو گذاشت ولی خب در ادامه نتونست توپ رو در اختیار تیم شاهین نگه بداره و توپ از دست رفت. عبدالله کرمی توپ رو گرفته در میانه زمین با لکچیرا کار میکنه. لکچیرا توپ رو با ستار زاره کار میکنه، خود عبدالله کرمی میبره به سمت راست برای محسن حمیدی، با پورخسروانی کار میکنه، یک رو میده، دو رو دریافت نمیکنه، پاس رو در عمق فرستاد برای استفاده ایوان پتروویچ، این اتفاق نیفتاد و در اختیار محمد محمدی توپ قرار گرفت. خود محمدی بازی رو به جریان میندازه، به نظر لکچیرا با دست خطایی رو انجام داد روی سید صالحی که آقای مومبنی اعتقادش ادامه کار هست. در ادامه هم توپ به بیرون میره به نفع تیم استقلال تهران هست. از سمت چپ پرتو آوت رو مهدی امیرآبادی انجام خواهد داد برای تیم استقلال تهران. جباری و شریفات نزدیکش هستن، جای شریفات و برهانی در این دقایق عوض شده. برهانی به سمت راست آمده و شریفات به سمت چپ، توپ دور میشه. عماد محمد رضا در مرکز زمین، موقعیت ضد حمله رو میتونن ایجاد بکنن. پاس در عمقی که برای ستار زاره ارسال میشه و توپ ستار زاره نمیرسه. ستار زاره از چپ و عباس پرخسروانی از راست اضافه میشن به عماد محمد رضایی که در نوک قرار داره. پشت سر اینها هم ایوان پتروویچ هست و وظیفه تغذیه این بازیکن‌ها رو بر عهده داره. عبدالله کرمی و امجد شکوه مقام هم که با خصوصیت تدافعی پشت سر اینها فکا و فورواردشون قرار دارن و در اون پست ایفای نقش میکنند. در سمت چپ مهدی امیرآبادی پرتو آوت دیگری رو انجام میده، با اسماعیل شریفات رو به عقب کار میکنند، با امیر حسین صادقی، فرزاد آشوبی، عبدالله کرمی توپ گیری میکنه از شریفات. یکی از بهترین بازیکنان این فصل تیم فوتبال شاهین عبدالله کرمی بوده، دقیقا مثل فصل قبل که فوق العاده کار کرد. در مقطعهایی
بحث حضور عبدالله کرمی در تیم ملی هم مطرح شد با توجه به توانایی‌های بسیار زیادی که داره، ولی خب در زمان‌های قطبی هیچگاه این اتفاق نیفتاد. خود عبدالله کرمی با یک پاس قطری میاره به سمت چپ، ولی باز هم در موقعیت آفساید ستاره زاره قرار داره، این رو آقای داوری اعلام میکنه. ستاره زاره رو مشاهده میکنید که برمیگره و در موقعیت خودش قرار میگیره برای انجام بازی تدافعی. امیر حسین صادقی با پژمان منتظری کار میکنه، برخلاف اکثر بازی این فصل که منتظری دفاع راست بود، در این مسابقه در پست دفاع مرکزی قرار گرفته. حنیف عمرانزاده در روی نیمکت است. جباری از سمت راست، حرکت جباری و آرش برهانی که هماهنگ نبود و پاسی که فرستاد رو دریافت نکرد آرش برهانی. حرکت زیبای عبدالله کرمی رو هم مشاهده کردید که با تسلط اونجا توپ را دفع کرد. در سمت چپ مهدی امیرآبادی توپ گیری میکنه، از او امجد شکو مقام ایوان پتروویچ ها میگذاره، موب علی رو با پاس بیرون پای چپ میفرسته برای اماد محمد رضا، ولی پاسی نبود که اماد محمد رضا منتظر دریافتش باشه و دفع میکنن محمد محمدی و مدافعان استقلال در میانه زمین. امین حسین صادقی در برخورد با امجد شکو مقام مصدوم است و روی زمین افتاده. قبل از این مسابقه گفته میشد که فرزاد آشوبی سه اختار است و نمیتونه همراهی بکنه تیم استقلال رو، ولی خب با استلامی که صورت گرفته بود مشخص شد که فرزاد آشوبی میتونه به مسابقه ادامه بده و مشکل خاصی نداره، ولی خب یک روز قبل از حضور تیم استقلال در بوشهر خبر رسید که دو بازیکن کلیدی این تیم، فراد مجیدی و حوال مولا محمد، با تیم نخواهند آمد. خود فرزاد آشوبی چهره محمود فکری رو مشاهده میکنید که در کنار زمین حاضر است. عرض کردم از ابتدای مسابقه هم این موضوع بوده. ضربه رو میفرستن استقلالی‌ها به محوطه جریمه شاهین که توپ رو برگشت میدن بازیکن شاهین. امیر حسین صادقی بی هدف توپ رو میفرسته به محوطه جریمه شاهین، اونجا دفع توپ از لکچیرا عبدالله کرمی، توپ رو با خون سری در اختیار ایران نژاد قرار میده. ایران نژاد توپ رو جلوتر میفرسته برای ستاره زاره، خود عبدالله کرمی پیش از جباری توپ رو میگیره، بازم خود عبدالله کرمی آوانتاژ های مونبینی در حالی که نشستم از توپ رو رسوند مقصد عبدالله کرمی، ولی خب از دست رفت. آرش برهانی نشون میده برای دریبل دو طرفه، یک برخورد به وجود میاد بین آرش برهانی و ایوان پتروویچ. دفع توپ محکمی که ایوان پتروویچ انجام داد با اعتراض آرش برهانی روبرو شد. خب ایوان پتروویچ یک اخطار رو دریافت میکنه. امیر حسین صادقی سریع آرش برهانی رو دور میکنه از اون فضا تا او اخطار رو دریافت نکنه. آقای مونبینی داره صحبت میکنه، خب به نظر فرا میخونه یک بازیکن از تیم استقلال، باید ببینیم که آیا فقط پتروویچ دریافت کننده اخطار در این نزاع خواهد بود یا بخیر متوجه برهانی هم خواهد شد. فعلا که اینطور نیست، اینجا صحنه است که برخورد دو تیم ادامه داشت. ایوان پتروویچ ضربه رو زد به آرش برهانی و اخطار رو هم دریافت کرد. بازی هنوز به جریان نیفتاده. آقای مونبینی صحبت میکنه، هر دو بازیکن رو فرا خونده و با اونا صحبت میکنه. آرش برهانی توضیح میده، ایوان پتروویچ هم به همین صورت. هر دو بازیکن بازیکنی هستن که کمتر موارد اینچنین رو ازشون توی ذهنمون داریم، بازیکن با اخلاقی هستن، هم پتروویچ هم آرش برهانی. پرتو اوت رو عادی شکوری انجام میده قبل از اینکه امیر حسین صادقی به تو برسه، اونو برمیگردونه ستاره زاره. فرزاد آشوب با ضربه سر خطر رو نگه میداره روی دروازه شاهین، ضربه از راه دور پای چپ شریفات رو دیدید که به مرکز دروازه رفت، توپ رو مجید غلامی خوب کنترل کرد، سریع هم بازی رو میبره به سمت راست برای محسن حمیدی سانت. این بازیکن در واقع پاس این بازیکن که کوتاه است برای اماد محمد رضا، اگه رها میکرد پور حسابانی موقعیت بهتری رو داشت، این کارو نکرد. توپ حالا میرسه به عبدالله کرمی. آل نعمه با ایران نژاد کار میکنه در سمت چپ، محسن ایران نژاد سانتر، محسن ایران نژاد و کنترل و در اختیار گرفتن توپ توسط محمد محمدی. سری ایمان موبلی رو پیدا میکنه، پاس ایمان موبلی برای جباری، از تکل لکچیرا فرار میکنه، توپ رو نزدیک کرد اسماعیل شریفات، ولی خب نتونست توپ رو کنترل کنه شریفات و توپ به بیرون رفت. 40مین دقیقه است
مسابقه است. بازی دو تیم استقلال و شاهین و تساوی بدون گل برای دو تیم. خسروانی در میانه‌های زمین حاضر است و توپ رو در اختیار داره، با شکو مقام کار میکنه، برگشت شکو مقام و ارسال توپ از طرف او برای خود پورخسروانی که در اونجا توپ رو برمیگردونن. بازیکن تیم استقلال امیر حسین صادقی در این فصل به نظر میرسه شرایط بهتری رو داره، البته این توپی رو که از دست داد رو میتونیم لحاظ نکنیم برای آمادگی او. اماد محمد رضا پورخسروانی برای خود اماد محمد رضا که اونجا محمد محمدی توپ رو در اختیار میگیره. حرکت اماد محمد رضا به زمین آقای مومبینی مستوجب دریافت یک کارت زرد بوده. اینجا صحنه است که توپ رو تعقیب کرد و به هر حال محمد محمدی روی زمین افتاد. تماشاگران اعتقادشون این هست که برخوردی میان دو بازیکن به وجود نیومده، ولی خب فکر کنم خود حرکت حرکتی بوده که خوشونت درش وجود داشته. به هر حال اماد محمد رضا هم اختار میگیره تا هر دو تیم دو بازیکن اختیاری رو هم در این مسابقه داشته باشند. محمد محمدی روی زمین از چهره های میثاقیان رو هم در تصویر مشاهده کردید چند لحظه قبل. آخرین تقابل آقای میثاقیان با تیم استقلال برمیگرده به اولین مسابقه این فصل، بازی که در تبریز بین شهرداری و استقلال تهران برگزار شد. در اون مسابقه خب آقای میثاقیان مربی تیم شهرداری تبریز بود و البته بازی رو هم واگذار کرد به تیم استقلال و نتیجه 3-2 آخرین تقابل مظلومی و میثاقیان هم با چهره های حشمت مهاجرانی رو هم مشاهده میکنید. مدیر فنی تیم فوتبال شاهین هست، مشهور به پدر فوتبال ایران، آقای حشمت مهاجرانی که از ابتدای فصل در کنار تیم شاهین بوده. بعد از جدای آقای حمید استیلی دیگر اعضای کادر فنی باقی ماندند. خب به نظر میرسه در خوزستان نتیجه رقم خورده و فولاد خوزستان یک گل رو به زباهن به در واقع زده. اون بازی 1-0 برای فولاد خوزستان در جریان هست. اینجا صحنه است که بازیکنان فولاد صاحب موقعیت میشند. شعب گردان توپ رو گرفت و در ادامه بازیکن فولاد تونست گل تیمش رو به ثمر برسونه. اون نتیجه برای سپاهان و استقلال نتیجه مطلوبی است اگر تا پایان باقی بمونه. به مسابقه شاهین و استقلال برمیگردیم. دقیقه 43 این مسابقه است. در سمت چپ پرتو آوتی برای تیم استقلال به دست اومده. مهدی امیرآبادی این پرتاب رو انجام میده برای آرش برهانی، نه برای سید مهدی سید صالحی. تلاش سید صالحی و موفقیت محسن حمیدی در کنترل این توپ. ایوان پتروویچ پاس در عمق ایوان پتروویچ به منتظری رسید. خود ایوان پتروویچ توپ رو یه بار دیگه کنترل کرد قبل از امیر حسین صادقی، ولی آقای مومبینی اعتقادش ادامه کار هست و نه خطا بر روی ایوان پتروویچ. پژمان منتظری در سمت چپ با سید مهدی سید صالحی کار میکنه. خود پژمان منتظری ادامه کار رو اعلام میکنه. آقای هدایت مومبینی بازم لکچیه را توپ رو میفرسته میانه زمین. فرزاد آشوبی موفق تر از هافکای شاهین بوده، توپ رو در اختیار تیمش قرار داد. بعد از اون از دست رفت ستاره زاره. عبدالله کرمی زیبا کار میکنه و جنگنده روی هوا ضربه سر رو میزنه، ولی خب در اختیار تیمش نتونست توپ رو قرار بده. در ادامه هم توپ به محوطه جریمه شاهین و مجید غلامی رسید. توپ رو بلند به میان تماشاگران میفرسته. بعد از مصدومیت روشنگر که تا انتهای فصل هم خواهد بود و بعد از بازی با سبای قم اتفاق افتاد، مجید غلامی تا این مسابقه دروازه‌بان ثابت شاهین رو در چند مسابقه اخیر هم به میزان آمادگی مطلوبی خودش رو رسونده. مجید غلامی وارد دقیقه 45 مسابقه دقیقه پایانی نیمه اول میشیم. بدونیم که چند دقیقه وقت تلف شده برای این نیمه خواهیم داشت. آقای شرفی دقیقه تلف شده رو تا لحظه دیگر اعلام خواهند کرد. لکچیه را در خط دفاعی بلند میفرسته برای ستاره زاره. ضربه سر ستاره زاره به اماد رضا. عبدالله کرمی ضربه از راه دور عبدالله کرمی که است کنار دروازه، البته با اختلاف خیلی زیاد به بیرون رفت. ضربه که با پای چپ عبدالله کرمی این چهره زد و توپش راه به چارچوب
نداشت، بازیکنی است که در چند پست قابلیت بازی رو داره. بهتر بگم که در تیم شاهین در همه پست ها به غیر از دروازه‌بان در چند فصلی که در این تیم بوده بازی کرده، فوروارد، مدافعان کناری، مدافع مرکزی و هافبک پستی بوده که مربیان شاهین از عبدالله کرمی در اون پست ها استفاده کردند. در سمت چپ پرتو اوت رو ستار زارستری انجام میده با عماد محمد رضا. خود عماد محمد رضا دفعه توپ از بازیکن استقلال، ستار زاره با خود عماد رضا مجددا کار میکنه، یک و دو بازیکن شاهین، عماد رضا و برگشت از محمد محمدی. 2 دقیقه زمان اضافه شده به نیمه اول هست. جالب کار کردن شاهینی‌ها، یک و دو ریز رو در محوطه جریمه استقلال انجام دادن، نتیجه و ضربه آخر رو زد عماد رضا. در صحنه هست مشاهده میکنید که محمد محمدی ناقص ولی به هر ترتیب توپ رو برگردوند. این هم یه موقعیت جدی بود که تیم شاهین در لحظات پایانی نیمه اول خلق کرد. سید صالحی و عبدالله کرمی چالشی رو با هم دیگه داشتن در لحظات قبل. آقای مهمبینی اونا رو دعوت آرامش میکنه. سید صالحی اختار رو هم داره و اگر میخواد تا آخر مسابقه در زمین باشه باید مراقب باشه که وارد اتفاقات حاشیه‌ای نشه. عبدالله کرمی توپ رو برگشت از محوطه جریمه. امجد شکومقام توپ رو میفرسته به جایی که عماد رضا بود ولی قبل از اون عادی شاگوری توپ رو برگشت داد. ایوان پتروویچ میبره به سمت راست برای محسن حمیدی. محسن حمیدی بلند میفرسته برای عماد رضا. منتظری کاملا آماده است و محمد محمدی هم به همین صورت و توپ رو در اختیار میگیره. حدوداً 50 ثانیه دیگه نیمه اول پایان خواهد رسید. در استودیوی برنامه گزارش ورزشی سیمای مرکز بوشهر آقای استادزاده کارشناس داوری و آقای آزاده فر به همراه همکارم آقای هدایت‌جو بحث کارشناسی رو خواهند داشت. از طریق شبکه 3 فکر کنم بحث کارشناسی رو نخواهیم داشت و با آغاز نیمه دوم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود. ثانیه‌های پایانی نیمه اول هست. پرتو آوتی برای تیم شاهین به دستون اسماعیل شریفات. فکر می‌کرد که خوب در اختیار او خواهد قرار خواهد گرفت ولی خب آقای مومنی اشاره می‌کنه که شاهینی‌ها پرتو رو انجام بدند و اینجا هم سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. تساوی بدون گل برای دو تیم استقلال و شاهین. ان شاءالله در ابتدای نیمه دوم در خدمت شما همیانان عزیزم خواهم بود.